مخاطبین از رسانه پشت ما جرای فیلم مستاندار درود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم اما یه نکته همین اول ویدیو بگم که این کانال یوتیوبی شخصی منه نه کانال پشت پرده پس یه لطفی بکنید حتما کانال یوتیوبی شخصی من رو هم سابسکرایب بکنید چرا که محتوای این کانال کاملا متفاوت تر از کانال پشت پرده هستش تصمیم گرفتیم که این ویدیو رو که مقداری هم قطعا مخاطب زیادی خواهد داشت رو توی کانال شخصی بذارم که دوستان با کانال شخصی من آشنا بشن پس در نتیجه لطف بکنید این کانال شخصی ما رو هم سابسکرایب بکنید چون حالا حالا کار داریم آرشیو کامل افشاگری بلاگرها و افراد با کلاس هم تو همین کانال شخصی من هست یه دوری تو این کانال بزنید هم ریاکتور رو می‌بینید هم اون بلاگر اما امروز در برنامه پشت پرده که نه در برنامه افشاگریمون چون در کانال شخصی داره پخش میشه میخوایم رابطه طلان پروانه با این چهره شروین که آنگه برای رو خوند و سوپر مگاهید شد رو برای شما افشا بکنیم و اینکه بینشونی دعوا درگیری پیش اومده بوده تا جایی که این شروین یه کتک ریزی هم تلان پروانه رو زده بوده و اینکه اصلا باور نمیکنن که این دو نفر با هم دیگه باشن میگن که این فردین چی داری برای خود میگه مگه میشه شروین با تلان پروانه باشه اصلا مگه داریم حالا بهتون سند رو تو این ویدیو نشون میدم البته این خانم تلان پروانه با یک استادیوم آزادی دوست بوده البته بین فوتبالیستا یعنی فوتبالیستی نبوده که خانم تلان پروانه باش خاطره نداشته باشه که یه مدت فیتیش داشت روی فوتبالیستا بعد از روی فوتبالیستا سویچ کرد رفت رو خواننده ها که در آخرین دسته گل خودش ما این آیه شروین رو داشتیم که ایشون رفته توی کارش اما قبل از اینکه حالا با ایشون باشه با خیلی از فوت، فوتبالیستا تیکوتاک داشته حالا بوده یا نبوده قبلش که با اون ارسلانه بود ارسلان قاسمی بعد ارسلان قاسمی سویچ کرد رفت جلوتر رفت با فرشاد احمدزاده و سایر برابج که این ماجرای دوستیش با فرشاد احمدزاده هم حسابی ترکونده بود بعد یه دمی گفتن که نه کجا با فرشاد احمدزاده ما هر چی میگیم و هر چی افشاگری میکنیم همیشه اولش با مقاومت همراه نه مگه میشه اینطوری باشه چرا آشی درست میگه یه که سویش میکنه میگن فوتوشاپه حالا جدیدا که هوش مصنوعی اومده میگه ما به خودمون اینا رو چند سال پیش افشاگری کردیم اون موقع هنوز هوش مصنوعی نیومده بود اصلا همچین چیزایی نبود اول تا میرسیم به شروین و اینام اول شروع کنیم دسته گلا و تاریخچه و رزومه این خانم طلا پروانه چی هست یه مدت با این فرشاد احمدزاده بود که ویدیو هم ازش وایرال شد که این ویدیو ها رو هم میتونیم ببینیم با هم دیگه اینجا با هم دیگه از رستوران میام پایین پاتوقش هم یه رستورانی توی شمال تهران خانم ترلن پروانه که کون به کون سیگار میکشه اونجا یعنی قیافش هم اون چیزی نیست که شما ببینید وحشتناک سیگار میکشه که دو تا این رفقا ما من نزدیک دو داشتن کوکوش میخورد اینجا در رستوران داره میاد پایین با فرشاد احمدزاده دست تو دست اینجا دستش لای دست فرشاد احمدزاده از اینجا میاد پایین اینجا هم که دیگه فرشاد جان کولو میکنه و میره تا پایین که این ویدیو حسابی وایرال شده بود توی زمانهای خودش بعدش رفت و نمیدونم سعید عزت اللهی و با دوستت رامین و رضایان و خلاصه یه تیم ملی با این خانم ترلان پروانه خاطره داشتن بعد رفت با سام ویلسون که با ایشون رابطه داشته بود نه کی گفته یه دونه ویدیو هم اومد توی کانال سام ویلسون بیرون که نوتیفیکیشن اومده بود ترلان پروانه براش چیزی نوشته بود اونجا دیگه کانال لو رفت و این لباس س... ستی که این دو نفر سر اکراری که از این سریال ها پشته بودن کفششون اگر دقت بکنید متوجه میشید و حالا لباسشون رو زوم هم اگه براتون میکنم این کفش و لباش. شلوارش این هم. حالا به نوعی ست دیگه بیماری ستینگ دارن یه سری از این افراد اما رابطهش با شروین رو ما اومدیم رسانه ای کردیم گفتم این دو نفر با هم دیگه دوستن و اینا یادت گفتن نه nah, این شعر چی داره میگی امام انقلاب اسلام چه داره به خطر می... اصلا این دو نفر با هم نیستن یه خانومی رفته بود تو رستوران داشت فیلم میگرفت خودش اینطوری سلفی و فلان و اینا بعد نگاه کردید e, اون پشت شروینه با تلان به این فیلمه اومد بیرو اینا این خانومه که داره برای خودش اشغال میکنه اینجا آقا شروینو میبینید با این سلام پروانه که بغل دستش نشسته البته تصاویر زیادتر دیگه هم اونجا قشنگ زوم بیتی به حال خودمون و این آقا شروین با این تعلان پروانه قشنگ دیگه رفت البته همه نزدیکان هم شروین هم تعلان پروانه این قضیه رو میدونن و وقتی ما میایم میگیم خب از نزدیکان این آدم ها شنیدیم و فیلم و عکسشون رو برای ما فرستاد ما با کاری با این خانم نداریم ما با این پشتش کار داریم که اینها این گوشه این زوم درست حسابی میکردن برای خود این چه زومیه داره میگه؟ آها حالا دوباره یه فیلم دیگه هم میگیره که حالا قبلا من تو استوری گذاشته بودم این قضیه رو که این دو نفر با هم دیگه رفتن رستوران و فلان و اینا که عموما قربونشون گردن هم که نمیگیرن این افراد تلاششون رو میکنن که گردن نگیرن ولی خب دیگه این خانومه دیگه آها اینجا دیگه فکر کنم کامل مشخصه البته این خانومه نیست پشت این خانم سلان پروانه است این ماسکه کرد حالا اگه بتونیم بتونشون بدن حالا یه دلم میگم میگن نه nah, این اون نیست سلان پروانه که نیست این خانم اول نشسته بین این خانم و شروین یه دختر دیگه است که اون تعلان پروانه است اینا این اینجا معلومه کاملا دماغش و اینا یکم به عقب اینجا مشخصه که بین این و این تعلان پروانه نشسته حالا کاری نداره تعلان پروانه توی توییتر خیلی فعاله و توی توییتر اومد ماجرای دعواش و درگیریش رو با شروین رسانه ای کرد که شروین کتکش زده گوشیش رو شکونده و ازارت اتفاق دیگه افتاده اینا ها این هم توییتاشه که توییتاش حالت بعضاش رو پاک کرده میگه که میگه عاشق این که هیچگی توییت ها رو نمیبینه همینه خودت میبینی بسته یعنی شروین گفته که من همون کابوسی هم که فکرش رو هم نمیکردی دیگه دوره تو بدم و به همه گفتی و ولی من خوبه تو میگم عزیزم تموم شده به هم گیر میداد که چرا این آدم یا آدم چرا این آد... چرا این آدم یا آدم رندم رندم داری یعنی بین این همه آدم ها میگفت شروین گفته که چرا این همه پسر دورت منو داری بعد خودش اکس, دار... اکس شده یعنی خودش با دوست دختر قبلیش بود یعنی شعر بینه. نوشته گوشیمو که شکون گفت اشکال نداره برات میگیرم الان میگه جای اعتباری که از من رفت از کنار من را رفتن گیرت اومد همچین چیزی میگه که الان چون با همین اعتبار با من داره میگیره اینا کسی که دنبال بهونه است بهونه رو بده دستش گمشه بره هر گیری به امدادی یا خودت اون کارو کرده بودی و داشتی میکردی یا میخواستی بکنی یعنی همه گیرا رو اینا بعد انجام نشون میده که گوشیشو شکونده برام آیفون 14 میخریم برای ما رو براتون آیفون 14 میخرن برای ما رو میشکنن ما مثل هم نیستیم چه هیولایی پشت اون قیافه مظلوم بود نوشته که حالا اصلا گوشی میخوام چی کار وقتی سلامت روانم از دست دادم نوشته که روز جمعه چه وقت کار... کات کردن تلانجو نوشته ببخشید پنج شنبه کات کردیم اینجام نشون میده که حالا نمیدونم کتکش زده یا گاز گرفته پشنیش زده ها <laughs> ولی خب اینجا نشون میده که این دو نفر دعوای شدیدی بینشون شده و تلان پروانی که یه استادیوم آزادی باش خاطره داشتن حالا ماجرای دعوا و درگیریش با شروین بالا گرفته و رفته جلو که حالا توی ویدیوهای بعدی هم بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد ولی تو بکنید حتما کانال شخصی من تو یوتیوب سابسکرایب بکنید و برای دوستاتون به اشتراک بذارید ویدیو رو که حالا حالا با این کانال کار داریم خیلی مخلصیم